شب شما خوش. نشست 106 کانون کتاب تورنتو خوش آمدید. پوزش میخوام از اینکه امشب جامون یه کمی تنگه. ما متاسفانه سالن کتابخونه رو، سالن شهرداری رو نتونستیم بگیریم و اجبارا پناه آوردیم به کتابخونه. کتابخونه همون سالن بزرگش باز اشغال بود. به هر حال با کمی چالش تونستیم این سالن رو فراهم کنیم. سپاسگزاری میکنم که حضور پیدا کردیم. امشب همطور که میدونیم آقای خلجی برای ما صحبت میکنن. اینو مستر سویچه. حالا خوبه؟ بله. آقای خلجی دعوت ما رو پذیرفتن. ما آگاه شدیم که ایشون کتاب آنا آرنت رو ترجمه کردن و خواهش کردیم که امشب این کتاب رو اینجا معرفی بکنن. دعوت ما رو پذیرفتن. بار دومی است که ایشون برای ما صحبت میکنن. بار نخست سال گذشته امروز بودن و در مورد نظم نوین روحانیت و منابع مالی روحانیت صحبت کردن. بحث بسیار مفیدی بود. امشب در مورد این کتاب صحبت میکنن. من زیاد وارد جزئیات نمیشم، ولی بحث این کتاب به هر حال ارتباط با به خصوص مسائل ما اهالی خاورمیانه است و شهری که هممون دچارش هستیم. ایشون به تفصیل در این مورد صحبت خواهند کرد و توضیح خواهند داد. آقای خلجی در حوزه علمیه تحصیل کردن. خودشون دفعه پیش میگفتن که توریست اترکشن ایشون اینه که قبلا آخوند بودن. همکنون در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن به کار تحقیق مشغولن. کتاب های متعددی به چاپ رسوندن. رمان ناتنی، سیاست آخر زمانی، آخرین مرجع در مورد آیت الله سیستمی هست، نظم نوین روحانیت و ترجمه نقد عقل اسلامی. امشب هم در مورد آخرین کتابی که ترجمه کردن از هانا آرنت صحبت میکنن. این کتاب توسط دانشکده پژوهشکده توانا منتشر شده و به طور مجانی در اینترنت هست که قرارهای خواهد بود به زودی در اینترنت قابل یکی دو هفته دیگه در اینترنت قابل دسترس خواهد. طبق معمول خواهش میکنم که تلفوناتون رو خاموش کنید که در هنگام سخنرانی مزاحمت ایجاد نکنه. کمک‌های مالیتون هم باز یادتون نره. لطفاً برگزاری نشست‌ها بدون این کمک‌های مالی واقعاً امکان پذیر نیست. برگه ایمیل ها هم دست به دست می‌گرده. دوستانی که علاقمند هستن خبرهای کانون کتاب رو دریافت کنن ایمیلشون رو برای ما بگیرن. و نهایتاً برای ماه مارس مشغول یک برنامه هستیم. اگر موفق پیش بره براتون یک سورپرایز خواهیم داشت. به زودی اعلام خواهیم کرد. خواهش دوستان عزیز بخیر. بسیار ممنونم از کانون کتاب تورنتو برای دومین دعوتی که از من کردن و فرصتی رو که فراهم آوردن در خدمت شما باشم. از همه شما سپاسگزارم. سرمایه استخوان‌سوز تورنتو
و ساعت‌های برنامه اختصاص دارید. چند نکته که فکر میکنم برای من جالب بوده در مورد اندیشه و شخصیت هانا آرنت، اون نکته ها رو با شما به ازای فرصت در میان بگذارم و امیدوارم که شما هم اون نکته ها رو سودمند و اندیشه برانگیز بیان. هانا آرنت یک اندیشمند سیاسی آلمانی است که بعد از برآمدن هیتلر به قدرت به دلیل اینکه یهودی بود از آلمان گریخت، مدتی در پاریس بود و بعد در نهایت به آمریکا آمد، مدتی در دانشگاه شیکاگو درس می‌داد و بعد هم به نیویورک رفت و در سال 1975 درگذشت، یعنی حدود 40 سال پیش. هانا آرنت تقریبا میشه گفت که هیچ زنی در قرن 20 و حتی تا الان به اندازه هانا آرنت بر اندیشه سیاسی مدرن تأثیرگذار نبوده. آرنت بان که فلسفه خونده بود ولی فلسفه رو به صورت دانشگاهی و در قالب چارچوب آکادمیک دنبال نکرد. ولی که از آموخته های فلسفیش استفاده کنه برای یافتن پاسخی به مشکلات و مسائل زمانه خودش. میدونیم که فلسفه یک نقطه ضعفی که داره اینه که به سرعت میتونه تبدیل بشه به یه حرفه، میتونه تبدیل بشه به یک پیشه. من میتونم مثلا متخصص نظریات هگل بشم و بعد شروع کنم این نظریات رو مثلا 30 سال درس بدم، 30 تا کتابم رو جوش بنویسم و در حقیقت هیچ ارتباطی به مسائل من یا مسائل جامعه من نداشته باشه، میتونه شغل دانشگاهی بشه. در حالی که فلسفه اساسش اینطور نیست. از دوران باستان فلسفه به مفهوم اندیشیدن درباره زندگی بوده، بنابراین اصلا شغل نبوده، حرفه شخص خاصی نبوده و سقراط که در تاریخ مکتوب پدر فلسفه خوانده میشه با مردمان عادی میشست و گفتگوی فلسفی میکرد و اساسا گفتگوی فلسفی قرار هست که مشکلات روزمره و معمول ما انسانها رو طرح بکنه و راهی برای حلشون پیدا بکنه. آرنت خیلی دلبسته فلسفه یونان باستان بود، از به دلایل مختلف برگشت به فلسفه یونان باستان، ولی از نظر منش هم این شکلی بود. یعنی براش مهم نبود که خب حالا بشینیم مثلا چیزایی که یاد گرفتیم تو دانشگاه اینها رو به رخ بکشیم و اظهار فضل بکنیم و 4 تا کتاب خیلی فنی بنویسیم و اینا. خب در یک زمانه عجیب غریبی زندگی کرد، یهودی بود که در جمهوری وایمار زندگی میکرد. یهودیان در دوران قدرت گرفتن نازیسم به وضعیتی استثنائی دوچار آمدند و بعد فقط مسئله نازیسم آلمان نبود، فاشیسم ایتالیا بود، کمونیسم در شوروی بود و اساساً جهان یک جهان پرآشوبی بود و مهاجرت، دربدری، اردوگاه‌های کار اجباری، آشویتس و به قول خود آرنت شر و فاجعه در یک مقیاس غیر قابل تصور اتفاق افتاده. و
آرنت تصمیم گرفت که از آغاز راه فلسفیش تصمیم گرفت که به مسائل زمان خودش فکر بکنه. این اون چیزیست که آرنت رو خیلی جذاب میکنه و از قضا بسیاری از چیزایی که آرنت فکر کرد از دهه 30 میلادی که دانشجو بود، رساله دکتریش در مورد مفهوم عشق نزد سنت اگوستین هست که حالا امشب یک اشاراتی خواهیم کرد اون رساله، ولی از اولین تلاش فلسفیش تا زمانی که از دنیا رفت و کتاب نیمه تمام زندگی ذهن رو بر جای گذاشت، مدام به مسائل اطراف خودش فکر میکرد، مسائلی که خودش به عنوان یک روشن فکر و جامعه انسانی بهش دوچار بودن. و همین دلیلم بود که یک آدم، یک فیلسوف به اصطلاح آنکانونشنال بود، غیر معمول بود. هم مقاله می‌نوشت برای روزنامه، هم مقاله می‌نوشت برای مجله، مقالات خیلی ساده و خیلی همه فهم می‌نوشت، از اون طرف کتاب‌های خیلی علمی و به اصطلاح فنی می‌نوشت، به شدت به ادبیات علاقه داشت، با خودش شعر میگفت. توی حلقه روشنفکران نیویورک با آدم‌های خیلی کله گنده که از پیشگامان ادبیات مدرن بودن، مثلا آدنو، نمیدونم الیوت و آلفرد کازین و اینها آشنا شد و یک دنیای خیلی خیلی گسترده‌ای داشت که از قلمرو به خاص فلسفه فراتر میاد. او سعی میکرد که این پاسخ به پرسش‌های خودش رو نه فقط در قلمرو به محدود فلسفه، بلکه در عرصه‌های مختلف تجربه و کاوش انسانی از جمله ادبیات و هنر هم پیدا بکنه. خب آرنت گفت که وقتی بهش گفتن تو فیلسوف سیاسی هستی، گفت نه، من فیلسوف سیاسی نیستم. و وقتی که میگفت من فیلسوف سیاسی نیستم، چیز تعارف نمیکرد شبیه ما ایرانی ها که هم نیستیم هم تعارف میکنیم، ولی او مقصودش این بود که فلسفه سیاسی در حل مسئله سیاست و مخصوصا در پاسخ دادن به پرسش هایی که قرن بیستم مطرح کرده بود برای سیاست ناکام هست. و من از راه فلسفه سیاسی اصلا نمیرم و همین دلیل خودشو بیشتر یک نظریه پرداز سیاسی میدونم. چیزایی که بهش فکر میکرد آرنت حتی 40 سال بعد از درگذشتش هنوز مسئله است برای ما ایرانی های امروز. سال 2016 پرسش های آرنت هنوز پرسش هست. ممکنه که ما در پاسخهاش مناقشه کنیم، ممکن هست که ما آراء او رو نقد کنیم، بسنجیم، ولی پرسش هایی که مطرح کرد پرسش های جدی بود. مسئله خود مسئله شر، چطور میشه که یک حکومتی یا مجموعه از کارگزارانش به شر در ابعاد خیلی عظیم دست میزنه، مثل مثلا آشخاص. در ایران تصور کنید که کشتن اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 مثلا، یا حکومت‌های توتالیتر چگونه به وجود میان، چگونه دوام پیدا میکنن، انقلاب ها چگونه به وجود میان، چه فرقی بین انقلاب ها هست، چرا یک انقلابی مثل انقلاب فرانسه بعدش خشونت هست، ترور هست، ارعاب هست، ولی یک انقلابی مثل انقلاب امریکا میتونه یک قانون اساسی و نهادهای سیاسی رو تولید بکنه که ضامن آزادی های فردی و حاکمیت قانون باشه. چه تفاوتی بین انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا هست؟ در یک دورانی که دورانی بسیار بد از نظر سرکوب سیاسی و حکومت داره همه را سرکوب میکنه،
و به قول سعدی میگه که اگر کسی نصیحت بکنه سلطان رو، معنیش اینه که یا امید به نان نداره یا بیم جان نداره. و در چنین شرایطی که نه حزب هست نه امکان فعالیت سیاسی هست، مسئولیت شخصی چه معنا پیدا؟ آیا ما فرد، من فرد به عنوان شخص مسئولیتی دارم یا ندارم؟ مفهوم مسئولیت که برای ما بسیار بسیار ناشناخته است، مفهومی است که آرنت بسیار بهش اندیشید. مفهوم بخشایش، این که فرض بکنید الان توی جمهوری اسلامی هم خیلی باب شده یه عده‌ای که مثلا زندان بودن، یا میگن که این کلیشه رو تکرار میکنن که ما میبخشیم ولی فراموش نمیکنیم. در این که مسئله خب خیلی پیچیده تر از این حرف هست. هم بخشیدن هم فراموش کردن، هر دوشون بسیار بسیار پیچیده. اینا مسائلی بود که کسانی مثل آرنت بهش دوچار بودن، به دلیل اینکه خودشون، خانواده هاشون، دوستانشون گرفتار وحشیانه ترین نوع خشونت شده بودن و خود مسئله خشونت. حالا بگذاریم من یه ذره پیش از اینکه وارد بحث هانا آرنت بشیم، به خاطر اینکه من فکر میکنم یکی از دلایلی که امشب شما اینقدر استقبال کردیم، میخوام یه مقدار راجع به عشق از نظر هانا آرنت بگم، نه خیلی از نظر سیاست. بله ولنتاین هم هست، بله خیلی تایمیه. ولی بگذاریم دو تا نکته رو بگم در مورد آرنت که توی مقایسهش کنم با فرهنگ ما. آرنت هم به عشق، حالا عشق که میگم نه لزوماً عشق اروتیک یا رومانتیک، عشق به مفهوم خیلی گستردهش که شامل دوستی هم میشه، مخصوصاً دوستی، حالا تفاوت اینا رو میگم برای آرنت چگونه است، هم به عشق و دوستی فکر کرد آرنت و هم به سیاست. اینا دو تا مفهوم خیلی مرکزی بودن در اندیشه او. همونطور که گفتم خب نظری پرداز سیاسی بود و رساله دکتریش از هم راجع به عشقه. رساله دکتری آرنت در مورد عشق نزد سنت اگوستین هست. خب به فرهنگ ما نگاه بکنیم، میبینیم که ما فرهنگمون از نظر عشق یک سابقه خیلی غنی داره در ادبیات و حالا ما هم انواع اقسام عشق، عشق زمینی، عشق آسمانی، خود عرفان و این حرفا. وضع سیاست ولی خیلی خوب نیست. یک در فرهنگ ما یک تضادی هست بین سیاست و عافیت. متضاد سیاست میشه عافیت. شما اگر سرت درد میکنه، کلت روی قرمه سبزی میده، جونتو کف دستت میذاری، برو تو عالم سیاست. ولی اگر اهل عافیت هستی، خب باید از سیاست کناره بگیری. سعدی میگه که یک وزیری یک موقعی مورد خشم پادشاه قرار گرفت و پادشاه رو عزل کرد. این وزیر به سلک درویشان در آمد و بعد از مدتی در اثر برکت صحبت ایشان حالش تغییر کرد و پادشاه تصمیم گرفت که دوباره اون رو به مقام و منصبی منصوب کنه. بهش گفت که بیا دوباره یک مقامی بگیر. گفت من نه دیگه مقامی نمیگیرم. گفت که آخه ما برای تدبیر امور و به اصطلاح اداره مملکت نیاز به خردمند داریم و نیاز به خردمندان داریم. این وزیر گفت که معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی. یعنی توی تصور ایرانی خردمندی و عقلانیت، حکمت عملی اقتضا میکنه که من وارد کار سیاسی نشم و معزولی رو به مشغولی ترجیح بدم. خب میدونید که حافظ هم وقتی در شیراز بود، وقتی امیر مبارز الدین که یک
به اصطلاح متعصب مثلا یک چیزی مثل آقای جنتی امروز مثلا آمد و زد و بست و میخانه ها رو بست و قل و قم کرد و شاعران رو از دربار بیرون کرد از جمله حافظ. حافظ میگه که در میخانه ببستند خدا یا من پسر که در خانه تزویر و ریا بکشایند. بعد حافظ میگه که در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو یعنی تنها برو، تنها باش، یعنی با مردم با هیچ کس در نیامیز، به انزوا پناه ببر. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. بعد اینها در شاعران در دربار به اصطلاح به اینها یک مقرری میدادن، یک شغلی میدادن و مقرری میدادن، اون موقع بهش میگفتن عمل. این عمل حافظ هم قطع شده بود دیگه، نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. بعد خب دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تعذیر میکنن، ناموس عشق و رونق عشاق میبرن، عیب جوان و سرزنش پیر میکنن. چه فضای تاریکی رو تصویر میکنه که یک حاکمی آمده و سرکوب میکنه و از همه ابزارهای خشونت استفاده میکنه. بعد شاه شجاع الدین میاد دوباره و در حقیقت میاد و یک رند خود هممشرب حافظ هست و دوباره این منکده ها باز میشه و دوباره کسانی امثال حافظ کارشون رونق پیدا میکنیم که سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. شدن که اهل نظر بر کنار میرفتند، هزار گونه سخن بر زبان و لب خاموش. به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش. ز کوی میکده دوشش به دوش میبردند، امام شهر که سجاده میکشید به دوش. خب این دلیری حافظ که زمانی است که خشونت نیست، همه چی گل و بلبله، همه چی خوبه، بعد میگه که حالا به بانگ چنگ شروع کنیم به سخن گفتن. ولی اون موقع که سرکوبه جریده رو، شراب خانگی ترس محتسب خورده، میدونیم این در سراسر تاریخ ما و دست کم تاریخ بعد از اسلام ما جریان داره. ما یک حاکمی داریم، یک پادشاهی داریم که با زور با شمشیر میاد حاکم میشه. مردم هم دو راه دارن، یا شما میتونی باش مبارزه کنی اون هم با حمایت یک حاکم دیگه، یا نمیتونی. در هر حال یک دو راه بیشتر نیست، یا زیستن با استبداد، یا تنگادن به استبداد، یا به خطر انداختن جان و مال. و به همین دلیل هم بود که در ایران ما هیچ موقع نه طبقه بورژوا داریم، نه طبقه فئودال داریم، نه انباشت سرمایه داریم. تو پول معنی نداره که میگفتن شب مستحق شب مستطیع حج بوده و صبح مستحق زکات، یعنی اینکه پادشاه هر موقع دلش میخواست میومد اموال مردم میگرفت. اصلا یکی از دلایلی که اوقاف در ایران انقدر زیاده به خاطر اینکه با وقف کردن ثروتمندا سعی می‌کردن اموالشون رو پروتکت کنن، حفظ کنن از شر حکومت. خب این وضعیت سیاسته. ولی از اون طرف تا دلتون می‌خواد ما ایرانی عاشق بشیم، اصلا از گفتن درباره عشق و حرف زدن درباره عشق و توصیف عشق و اینا اصلا خسته نمی‌شیم که هممون هم عاشقیم هم شاعر. و این هم یک تاریخ خیلی طولانی داره. هانا آرنت عشق رو، عشق رومانتیک رو به مفهومی که ما میشناسیم، حالا ما اونی که میگیم عشق زمینی همون عشق رومانتیکه و به اصطلاح عکس برگردونش که عشق عارفانه است، این رو کاملا در تضاد با سیاست میگه. یعنی معتقده که عشق نه تنها غیر سیاسی است که ضد سیاسی. حالا این رو من توضیح میدم. خب مسئله آرنت چی بود؟ آرنت در این دورانی که زندگی میکرد
خب مدرسه میرفت، تربیت مذهبی نداشت، بچه بود، خانواده بود که یهودی بودن ولی تربیت مذهبی نداشت، ولی به خاطر یه صدا نمیشنن. این آقای حدیدی میشه صدا رو بلند تر کرد؟ صدا برید بیرون برای اتفاقی و یک اتفاقی که مخصوصا در به اصطلاح لفندوسی پایان قرن 19 افتاده بود، این آگاهی به بحران در فرهنگ و تمدن غربی، این که ما از سنت بریده شدیم، ما از سنت گسستیم و در حقیقت آرن توضیح میده که سنت گذشته سه تا رکن اصلی داشت، یکی دین بود، یکی سنت بود یعنی آداب و رسوم و مناسک و شعائر و قواعد اجتماعی، و سوم اقتدار سیاسی، پادشاه یک اتوریتی داشت، دربار اتوریتی داشت، اینا چیزایی بود که راجبش سوال نمیشد. اینها همه مورد پرسش قرار گرفت، همه مرجعیت و مشروعیت خودشون رو از دست دادن. وقتی نیچه میگه مرگ خدا، در حقیقت منظورش مرگ اقتدار مطلق، اقتدار مطلق دیگه از بین میره، یعنی یک اقتداری که بیرون از من، بیرون از انسان به من بگه خوب چیه و بد چیه، این از بین میره، یه مشروعیت خودش رو از دست میره. بعد هایدگر در توضیح این مرگ خدا میگه که برای نیچه مرگ خدا یعنی از دست دادن جهان، و از دست دادن جهان یعنی بی خانمان شدن، یعنی که شما خودتون رو در این جهان پرتاب شده تصور بکنید، بیابید، حس بکنید، و این که به جای تعلق ندارید. چرا؟ چون وقتی خدا بود، خدا می اومد جای همه چیز رو تعیین میکرد، من آسمان ها رو برای تو آفریدم، اینو برای اون آفریدم، اون قرار فلان کار رو بکنه، زن جاش اینجاست، مرد جاش اینجاست، بچه جاش، همه چیز جاش مشخص بود. یه خدایی بود از بیرون می اومد همه چیز جاش مشخص میکرد، ولی این خدا وقتی میره، در حقیقت انسان از جای خودش کنده میشه، این از ریشه کنده شدن، این روتلس شدن، این بی خانمان شدن، این حسی بود که بشر در پایان قرن 19 هم بهش آگاه شد، و بعد در دهه های نخست قرن 20 هم شما این رو بازتاب، این رو شما در آثار نویسندگان و هنرمندان و فیلسوفان میبینید. کتاب معروف مارسل پروست چیه؟ در جستجوی زمان از دست رفته، یک زمانی که از دست رفته، برای همیشه هم از دست رفته. و حتی پروست وقتی که سعی میکنه با اون قدرت شگرف حافظه جزئیات رو به خاطر بیاره و همه رو ثبت بکنه، 8 جلد بنویسه، این یک تمنای محال و یک خیال در حقیقت محکوم به ناکامی است، یک آرزوی محکوم به ناکامی است. اون زمانی که رفته
هرگز بر نمیگرده حتی اگر با تمام اون جزئیات ثبت بشه. یکی از تمهای اصلی در جستجوی از دست رفته مارسل پروست عاشق حسود هست، حسادت عاشقانه. این حسادت عاشقانه خیلی تب جالبی است و در حقیقت شاید شکسپیر در حقیقت اولین نویسنده یا هنرمند مدرن هست که از حسادت عاشقانه در نمایشنامه اوتلو یک تم میسازه، ولی برای شکسپیر اون یک تراژدی است، ولی برای مارسل پروست ترکیبی از تراژدی و کمدیه. در حسادت عاشقانه عاشقی که حسود هست یک تمنای سوزناک، یک میل شدید به معشوق خودش داره در عین یک خشم عمیق از اون، خشمی که به درستی هم توجیه نداره. و بعد مارسل پروست تشبیه میکنه عاشق حسود رو به تاریخ نگار، میگه عاشقی که حسوده به دربانه پول میده که رفت آمد این معشوق رو بهش خبر بده. خیلی دقیق میشه، ناگهان زندگی و جزئیات زندگی معشوق تمام براش اهمیت پیدا میکنه. یک دونه تار مو روی کت او میتونه نشانه چیزی باشه، یک حرف او، یک نگاه او میتونه ردپای چیزی باشه. درست مثل تاریخ نگاری که یک باستانشناسی که سعی میکنه از هر چیزی، از هر غباری که در دیوار تاریخ هست معنایی رو کشف بکنه و استنباط بکنه. این انسان مدرنه، انسانی که عاشق حسود دائما در حال حس میکنه در حال از دست دادنه. اون چیزی که آزارش میده اینه که حس میکنه در حال از دست دادنه و به همین دلیل یک حس مرگ درش هست. میدونیم مثل اینکه داره مرگ رو تجربه میکنه، چون داره مدام در حال تجربه از دست دادن هست. در این حال این آمیخته است با یک تمنای شدید، یک خشم و لذت و تمنا و ترس و مرگ و اروس و همه اینها با هم آمیخته است. این انسان مدرنه، این انسان جدیده و این انسانی است که هیچ چیزی یک به اصطلاح استریت فوروارد نیست براش، هیچ چیزی براش یک سری نیست، آمیزه است از احساسهای متناقض. خب این از ریشه کنده شدن، این بی خانمان بودن منجر میشه به ظهور حکومت‌های توتالیتر. این توضیحی است که آرنت میده برای یکی از عوامل مهم پیدایش حکومت‌های توتالیتر. انسان‌هایی که در زمان قدیم میرفتن زیر خیمه دین، میرفتن زیر چتر سنت و اونجا امنیت و آرامش پیدا میکردن و زندگیشون معنادار میشد، در دنیایی که اون خیمه فرو ریخته، در دنیایی که اون سپر امنیتی و ایمنی انسان از بین رفته، در ایدئولوژی های توتالیتر اون امنیت رو پیدا میکنن. وقتی که من در عضویتم با اشخاص دیگه در یک دین خاص خودم رو به اونها نزدیک احساس نکنم، در ایدئولوژی های توتالیتر میتونم یک کامیونیتی بسازم، احساس کنم که تعلق دارم. به همین دلیل ایدئولوژی های توتالیتر به اندازه خیلی زیادی اصلا وابستند به پابرهنگان، به حاشیه نشینان، کسانی که دیده نمیشدن، کسانی که ریکوگنایز نمی شدن، کسانی که سخنشان دیده شنیده نمی شد، کسانی که اصلا وجودشون در جامعه به رسمیت شناخته نمی شد. هانا آرنت در تفاوت انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا میگه که انقلاب فرانسه به خشونت کشیده شد به خاطر اینکه انقلاب توحیدستان بود. کسانی بودند که توحیدست بودند و میخواستند به رسمیت شناخته بشن و غرضشون از این شورش نشون دادن خودشون بود، برخلاف انقلاب آمریکا که مسئله به اصطلاح فقر درش مسئله اصلی نبود و در حقیقت مسئله آزادی درش مسئله اصلی بود.
خب ولی در اروپا تجربه الان ببینید این میخوام بگم که چقدر به مسائل امروز پیوند پیدا میکنه. خود انقلاب ایران رو نگاه بکنید، بسیج رو مثلا نگاه بکنید. بسیج یکی از مهمترین دلایل گسترشش و موفقیتش اینه که میتونه انسانها، جوانهایی رو به سمت خودش جذب بکنه و در درون خودش به اصطلاح اونها رو به اطاعت و فرمان برداری وادار بکنه که به جای تعلق ندارن، حتی به خانواده های خودشون هم تعلق ندارن، در خانواده های خودشون هم در حاشیه هست، در حاشیه هستن. داعش، این که یک سازمانی مانند داعش که یک ایدئولوژی کاملا غیر انسانی داره موفق میشه که آدم های مختلف و جوان های مختلف، حتی جوان های تحصیل کرده رو از سر و سر دنیا جذب بکنه، این چه چیزی به اونها میده؟ درست همون چیزی رو میده که لیبرالیسم، کاپیتالیسم، فرهنگ مدرن نمیتونه بهشون بده. فرهنگ مدرن اینها رو به عنوان یک فرد میبینه رها شده که خودش باید معنای زندگی خودش رو ابداع کنه. در حقیقت یک مسئولیت عظیمی بر دوش این فرد گذاشته که این فرد از پسش بر نمیاد. اما اون ایدئولوژی، اون سازمان مثل یک کارخونه معنا تولید میکنه، مثل اون کارخونه تعلق تولید میکنه و شما رو از تنهایی نجات میده. و جالب اینه که آرنت توضیح میده که در حکومت‌های توتالیتر دو تا پروسه همزمان انجام میشه، هم اتمیزاسیون هم ماسیفیکیشن. یعنی از یک طرف آدما رو تبدیل میکنن به یک مس، به یک انبوه که هیچ فرقی با هم ندارن، توده مردم. وقتی ما میگیم توده مردم، این توده هیچ شکلی نداره، هیچ قیافه‌ای نداره، فقط یک موجود خیلی عظیمه و معمولا هم قدرت ویرانگری داره. از اون طرف سعی میکنن آدمها رو تبدیل بکنن به انسان تنها. چرا؟ چون انسان تنهاست که حکومت میتونه بشکند، در هم بشکندش و از بینش ببره. بنابراین آرنت میگه که در حکومت‌های توتالیتر انسان‌ها وادار میشن که در مقام اندیشیدن تنهایی اونها سلب میشه. شما برای فکر کردن نیاز دارین تنها باشید، شما برای فکر کردن نیاز به پرایوت سفیر دارید، نیاز به فضای خصوصی دارید. آدم نمیتونه در جمع فکر کنه، فکر کردن کنش انسان تنهاست. حکومت توتالیتر اون فضای خصوصی رو از شما میگیره که فکر نکنید و از اون طرف برای عمل کردن شما نیاز به قلمرو عمومی دارید. در قلمرو عمومی، اونجا قلمرو عمومی رو از شما میگیره که نتونید عمل کلکتیو انجام بدید. از یک طرف شما رو تنها میکنه، از یک طرف شما رو تمایز بین شما و دیگران رو از بین میبره. حالا آرنت میگفت که در عشق، من چون زیاد وقت ندارم سعی می‌کنم یه دو تا نکته رو بگم، حالا میتونیم در پرسش و پاسخ‌ها بیشتر صحبت بکنیم راجع به جنبه‌های دیگه داستان. میگه عشق آدم‌ها رو تنها می‌کنه. به چه معنا؟ به این مفهوم که غایت عشق، هدف عشق، اوج عشق یکی شدن دو نفره. و این یکی شدن دو نفر یعنی که شما یک ارتباطی با یک نفر دیگه پیدا میکنید که شما رو از همه مردم دنیا متمایز میکنه و شما رو جدا میکنه و شما رو به خودتون مشغول میکنه، انگار که شما دارین به درون خودتون نگاه میکنید، روی شما به درون خود شماست. بنابراین شما از جهان، یعنی از قلمرو به عمومی رو برمیگردونید و به باطن خودتون میپردازید و این ضد سیاست هست. اما مفهوم دوستی برخلاف مفهوم عشق مبتنی بر این هست که شما با شخص دیگری ارتباط دوستی برقرار میکنید. ارتباط دوستی یعنی این که ارتباط شما ارتباط برابره در درجه اول. چون ارتباط برابره، بنابراین شما اعمال قدرت برو نمیکنید، شما اعمال خشونت برو نمیکنید. دوم، مبتنی بر برسمیت شناختن اراده آزاد و اختیار طرف
هر طرف هست. بنابراین تمایز از بین نمیره. شما در عشق میدید که دو جان در یک قالب، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. اصلا چیز عاشق که اصلا حرفی نباید داشته باشه، اصلا اختیار عاشق از بین میره. عاشق محو در معشوق میشه، فانی در معشوق میشه، اما در دوستی اینطوری نیست. در دوستی این تمایز بر جا میمونه و این اون چیزیست که آرنت بهش تاکید میکنه. میگه در قلمرو عمومی انسان ها در عین اینکه با هم دوستی برقرار میکنن، به این معنا که مسائل مشترک، دغدغه های مشترک، تعلقات مشترکی دارن که باید در اون فضای عمومی راجبش صحبت کنن، در عین حال تمایزشون از بین نمیره. یعنی که یکی شیفته به اصطلاح به مفهوم رومانتیک عاشق دیگری نیست که نظرش، دیدگاهش کاملا محو در دیگری بشه. بنابراین اون چه که برای آرنت مهم بود این بود که تکثر یا پلورالیتی جامعه حفظ بشه. این پلورالیتی اگر حفظ نشه، یعنی تمایز بین آدم ها حفظ نشه، در کنار تمایز اگر دوستی نباشه. دوستی یعنی چی؟ یعنی که من با شما ارتباط برقرار کنم بر اساس، یعنی اصلا بحث سنتیمنت و اینا نیست، بحث سانتیمنتال نیست، دوستی سانتیمنتال نیست، بحث این که من با شما ارتباط برقرار میکنم به دلیلی که من با شما مسائل مشترکی دارم و این مسائل مشترک رو باید با شما صحبت کنم. و کجا میتونم صحبت کنم؟ در قلمرو عمومی. قلمرو عمومی کجاست؟ قلمرو عمومی یعنی اونجایی که خارج از سرای حکومت هست و خارج از خونه من. یعنی شما قلمرو خصوصی خودتون رو دارین، در اونجا به اموری میپردازید که مسائل مشترک نیست. از اون طرف حکومت هم، شما هم به حکومت وصل نیستید، بنابراین اقتدار ویژه‌ای ندارید، با من برابرین از نظر قدرت. قلمرو عمومی اون مکانی است که درش سیاست شکل میگیره، برخلاف اون چیزی که بسیاری از ایرانی‌ها مخصوصا زمان انتخابات فکر میکنن. سیاست از نظر آرنت و از نظر فیلسوفان سیاسی با قدرت یکی نیست. با قدرت سیاسی، با حکومت، با دولت یکی نیست. سیاست ورزیدن یعنی تلاش کردن برای حفظ قلمرو عمومی و برای برپاداشتن قلمرو عمومی و مصون کردنش از گزند حکومت. امکان آرنت میگه که انسان ها در عصر ظلمت، عنوان این کتاب یعنی چی؟ ظلمت یعنی چی؟ آرنت میگه که قلمرو عمومی یک جاییست که اگر فعال باشه، کی فعال؟ زبانی که روشن باشه. مثل اینکه ما الان در این اتاق، این یک قلمرو عمومی، it's a public space. خب؟ public space یعنی چی؟ یعنی که یک جاییست که من و شما به یک اندازه حق داریم درش باشه، به یک اندازه حق داریم ازش استفاده کنیم. قطعا من و شما یک منافع یا تعلقات مشترکی داریم که در یک قلمرو عمومی هست. خب؟ اما زمانی میتونیم ما با هم یه صحبت بکنیم که این چراغ ها روشن باشه. آرنت بر مفهوم نور تأکید داره و این خیلی مفهوم خیلی مهم است در فلسفه او و همینطور در فلسفه های دیگه، که من باید شما رو ببینم. این ریکوگنیشن یعنی همین، من باید شما رو ببینم، شما باید دیده بشید، من باید دیده بشم، من باید چشم در چشم شما بدوزم و با شما سخن بگم. خب حکومت‌های توتالیتر چه میکنن؟ این چراغ ها رو خاموش میکنن. این چراغ ها که خاموش میشه، قلمرو عمومی که خاموش شد، ما همه هستیم ولی هیچ کسی چیزی نمیگه و در نتیجه هیچ کس قادر نیست و هیچ کس حرف بزنه و سیاست تعطیل میشه. کاری که حکومت‌های توتالیتر میکنن اینه که سیاست رو تعطیل میکنن، یعنی امکان
گفتگوی آدم‌ها رو با همدیگه در فضای عمومی از بین می‌برن. و همین دلیل هم هست که برای آرنت یک سخن گفتن بسیار مهمه، حرف زدن خیلی مهمه. شما زمانی که نتونید سخن بگید یعنی که سیاست مرده. به همین دلیل سانسور خیلی مهمه. به همین دلیل آرنت مخالف شفقت و همدردی و دلسوزیه. میگه شما وقتی دلتون برای نفر میسوزه، از بس دلتون میسوزه زبانتون بند میاد. انقدر این حس دلسوزی سنگینه و دردناکه که شما این کامپشن شما رو لال میکنه. میگه کامپشن اصلا سیاسی نیست. فرندشیپ سیاسی. فرندشیپ یعنی که شما انقدر قدرت دارین، انقدر امکان دارین که سخن بگین و در حقیقت زمینه رو برای اکشن سیاسی، برای عمل سیاسی فراهم بکنید. مسئله های آرنت مسئله های ماست. آرنت معلوم به حدود یکی دو ساله که خیلی مرتب میخونم و یعنی اصلا نمیشه میزان کتاب هایی که راجب یا مقالات که راجب آرنت می‌نویسه رو شما چیز کنید، به اصطلاح میگن چی، کچاپ کنید و همه رو بخواید بخونید. از بس مرتب راجبش رساله نوشته میشه، کتاب نوشته میشه، نقد میشه. خود این نشون دهنده زنده بودنشه و نشون دهنده این که پرسشایی که بهش رسیده بود پرسشای خیلی مهمی هستند که هنوز برای ما، چه در آمریکا زندگی کنیم، چه در کانادا زندگی کنیم، چه در خاورمیانه باشیم، به دلیل خشونت، به دلیل مسئله مسئولیت شخصی، به دلیل مسئله قلمرو عمومی، در همین جوامع دموکراتیک و مدرن قلمرو عمومی مدام در معرض تهدید هست. شما قوانینی که در آمریکا گذاشتن برای نام گوش دادن تلفن مردم یا همین مسئله پرایوسی و این حرفا، اینا مسائلی است که حوزه خصوصی آدم‌ها، حوزه عمومی آدم‌ها رو مدام تهدید می‌کنه. بنابراین مسائلی که اون مطرح کرد مسائل جدی بود. مسئله اصلیش این بود که آدم‌ها راه‌هایی رو پیدا بکنن برای اینکه قلمرو عمومی از بین نره. اون کاری که یونانی‌ها می‌کردن، آگورا جایی بود که یونانی‌ها جمع می‌شدن درش، شهروندان یونانی، و در حقیقت اونجا با همدیگه راجع به مسائل همدیگه صحبت می‌کردن. آرنت مسئله‌اش اینه که انسان تنها خطرناک. انسان اگر تنها باشه، بریده از دیگران باشه، هم قابلیت اینو داره که جذب ایدئولوژی های توتالیتر بشه، کسی مثل آیشمن بشه که به اصطلاح یهودی ها رو سوار قطار مرگ بکنه و به اردوگاه بفرسته، و هم آسیب پذیر میشه در برابر قدرت سرکوب حکومت. بنابراین انسان نباید تنها باشه. خب حالا که دین دیگه قدرت پیوند دادن انسان ها رو با همدیگه نداره، سنت مشروعیت خودش رو برای پیوند دادن انسان‌ها از دست داده، اقتدار سیاسی هم نیست، آرنت دنبال این بود که انسان پیوندهای جدیدی ابداع بکنه. برای آرنت دوستی از این جهت اهمیت داشت که دوستی یه چیز طبیعی نیست، شما باید ایجادش بکنید. اینجور نیست که من، به همین دلیل آرنت میگفت که من اصلا معنی نمیده بر من که عاشق وطنم باشم. عاشق وطن بودن یعنی چی؟ وطن دوست داشتن یعنی چی؟ مگه من وطنم رو انتخاب کردم؟ دیدیم بعضی هم میگن من افتخار میکنم که ایرانیم. آقا مگه میتونستی مثلا غیر ایرانی باشی که حالا افتخار میکنی؟ یا من افتخار میکنم که زنم، یا افتخار میکنم که مردم، مگه خواهی صورت دیگه یا مگه میشه آدم به چیزی افتخار کنه که مجبوره؟ من افتخار میکنم که دو تا چشم دارم، قرار بوده چند تا داشته باشم. آرنت میگفت معنی نداره که شما عاشق وطنتون باشید، بخاطر اینکه شما وطنتون رو انتخاب نکردید. شما میتونید به چیزی عشق بورزید، به چیزی علاقه داشته باشید که اون رابطه رو شما با اراده آزاد انتخاب کرده باشید، ابداع کرده باشید. و در عالم سیاست این براش مهم بود. میگفت مهم نیست که شما دوست دارید آزاد باشید، دوست دارید آزادی در جامعه وجود داشته باشه، نه، شما با عنوان شهروند باید آزادی رو به وجود بیارید. و میگفت که اشتباه بسیاری از کسانی که در انقلاب فرانسه شرکت میکردن این بود که فکر میکردن اگر این طوق و قید بندگی پادشاهی رو بردارن خود به خود آزاد میشن. آزادی چیزی نیست که به محض از بین رفتن مستبد به وجود بیاره، نه، آزادی چیزی است که شما باید به عنوان شهروند به وجودش بیارید.
من اینجا نیستم. خیلی ممنونم که گوش کردید به صحبت‌های من و در خدمتتون هستم اگر قرارداد اجتماعی یعنی در واقع به این معناست که یک به طور ننوشته یک قراردادی بین افراد جامعه هستش که اینا تعهد می کنند باز هم به طور ننوشته که یک به عنوان شهروند یک کارهایی رو بکنند یک کارهایی رو نکنند و دولت هم از دولت حاکم هم از طرف دیگه قبول میکنه که اراده این بهش احترام بذاره یعنی یک قرارداد نامنویسه است که از یک طرف مردم افراد یا جامعه تعهد میکنند یه سلسله کارهایی رو انجام بدن به شرط اینکه حاکم هم یک کارهایی رو در مقابل انجام بده و این قرارداد اجتماعی در یک شرایط خاصی به وجود میاد یه مقداری مثل اینکه به اصطلاح مطالبی که آمد میده این ارتباط میده من یکی اینه مخواستم بگم یکی هم مسئله عشق رو بنابر آنچه که آرنولد میده بنابراین در جامعه مثل جامعه ایران با اون تاریخ عشق و به صورت عرفانی یا به صورت غیر عرفانیش در شعر و در ادبیات و در چیز وجود داره درست نقطه مقابل سیاست هست به اون معنایی که آرنولد خواسته اشکال بزرگ ما هم در ایران لااقل حالا شادم بقیه کشورهای خاورمیانه این است که با اون تکراند و اون سابقه طولانی راجع به عشق و عرفان و که اصلا تشویق میکنه که اصلا تنها باشید با کسی صحبت نکنید و اینا با بله هر دو نکته که فرمودید کاملا مهم هستن آرنت در حقیقت میگه که ما در یک دنیای هستیم که دیگه زمین زیر پامون صفر نیست زمانی که سنت وجود داشت خدایی وجود داشت اقتداری وجود داشت اون پدر قوی وجود داشت ما دلیمون قرص بود از چیزی خیالی نداشتیم همه چیز جایگاهش مشخص بود میگه آغاز تاریخ مشخص بود پایان تاریخ مشخص بود میگه انا لله و انا الیه راجعون تاریخ آغازش معلوم بود پایانش معلوم بود تمام تاریخ به اصطلاح دیولاپمنت نقشه یا تومار مشیت الهی بود همه چیز مشخص بود شما اگر کتاب مثلا کتاب مذهبی رو ببینید مفاتیح الجنان رو مثلا این کتاب اینجوری ببینید همچین از بهشت و جهنم صحبت میکنن که انگار مثلا رفتن اونجا با خبرنگار و فلان اینا و فیلم مستند کاملا با جزئیات همه چیز جاش مشخص بود کسی مثلا سه تا گناه کرده این چهار تا مثلا خونش خراب میشه یا مثلا فلان همه چیز معلوم بود جهانی سرشار از یقین
سرشار از اطمینان و روشنی. خب وقتی که این از بین رفت و ما انگار از یک تاریکی برآمدیم و به سمت یک تاریکی داریم میریم و در این راه هم تنها هستیم، اینجاست که آدم ها تنها میشن. آرنت میگه که یه مفهومی رو مطرح میکنه که ارتباط داره به همون چیزی که این آقا گفتن، مفهوم پرامیس. میگه اون چیزی که ما رو از بی اطمینانی، از بی اعتمادی، از عدم اعتماد به آینده نجات میده، پرامیس هست. وعده‌ای که من به شما میدم و وعده‌ای که شما به من میدید در مقام دوست و در قالب‌های بزرگتر در معاهدات بین المللی. معاهده بین المللی چیه؟ یک وعده است که به شما داده میشه، اگر این کار رو بکنین این کار برای شما انجام میشه. در روش قوانین، دولت‌ها، رابطه بین شهروندان. و این پرامیس اگر از بین بره، سنگ روی سنگ یه معنیه میشه. در حقیقت همینطور هست. باید یک جامعه بتونه به هم وعده بده. دولت باید وعده‌ای بتونه بده. وعده که میگه یعنی همون در قانون، قانونی رو باید وضع کنه که بتونه اون قانون رو اجرا بکنه. شهروندان باید بتونن به وعده هایی که میدن در مقام شهروند عمل کنه. و راجع به نکته دوم، باز هم درسته، عرفان ما و نه تنها نه مسئله عرفان ما، غلبه عرفان بر اندیشه سیاسی. ما مثلا فارابی رو داریم، ولی بعد از فارابی که کمابیش اندیشه سیاسی در میان ما ایرانی ها یا مسلمان ها از بین میره و به جای اون اندیشه سیاسی، به جای اینکه اون مایه فلسفی یونانی خودش رو حفظ کنه و پرورش بده، عرفانی و فقهی میشه. از درون همون عرفان ضد سیاست همین ولایت فقیه در میاد. یعنی ولایت فقیه دو پدرش عرفان ولایت و مادرش فقه فقیهه. این ولایت فقیه در حقیقت ازدواج فقه و عرفانه، دو ترند یا دو گرایش فکری که در سنت ما غلبه پیدا کردن بر فلسفه. و هر دوی اینا ضد سیاست هم. چرا؟ چون شما در فقه اصلا شهروند ندارین، در فقه شما دولت ندارین، در فقه شما حاکم دارین و محکوم، حاکم دارین و رعیت. سیاست این وسط نیست. قلمرو عمومی وجود نداره، قلمرو خصوصی وجود نداره، رابطه بین شهروند تعریف نشده. از اون طرف در عرفان هم که اصلا وجود ما اصلا آره، بودن ما اصلا آره. در عرفان اصلا ما نباید از بودن خودمون حرف بزنیم که جایی که اون هست، خجل شد تو پهنای دریا بدید که جایی که چی میگه؟ یکی قطره باران ز ابری چکی، خجل شد تو پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم. این عرفانه، نفی خود و نفی دیگری و نفی جهان و کنار و ترویج روحانیت و ترک دنیا و اینا تبدیل میشه به فضیلت. شما میراث عرفانی ما رو بخونید، هیچ کدومش با ارزش‌های توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی جور در نمیان. قناعت کنید و چیزی نخورید و خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنید و خیلی امبیشناتون همه رو، بلند پروازیتون همه کنترل بکنید و این دنیا از بین میره و ما هم که هم به زودی از بین میریم و این حرفا. آرنت یک مفهوم خیلی تو همین کتاب عشق از نظر آگوستین، خب میدونین آگوستین میگه که عشق یعنی که شما تعریف عشق براش اینه که شما چیزی رو بر خودش بخواد. و بعد میگه که عشق، مشکل آگوستین این بوده که در دوران که امپراتوری رومی در بحران وجود داشته، از یک طرف به عنوان یک مؤمن مسیحی میخواد بگه که یک انسان مسیحی باید کاملا در اطاعت خداوند باشه، بنابراین هیچ سرسپردگی جز سرسپردگی به خداوند نداشته باشه و در نتیجه از این جهان کناره بگیره، ولی در این حال قلمرو به امپراتوری روم در معرض
به دلیلی که توسعه طلبی های زیادی کرده ارتش و این حرفا در معرض فروپاشیه. در این حال اگوستین میخواد که مردم در صلح زندگی کنن و همین مؤمنان مسیحی به هر حال یه جایی برای زندگی کردن داشته باشن. خب حالا این مردم بیچاره، این مؤمنا بعد از امپراتوری روم پیروی کنن یا از خدا پیروی کنن؟ تضادی هست بین اون چیزی که میگه سیتی آف گاد، مدینه خدا، و سیتی آف من، مدینه انسان. و مسئله اون کتاب بسیار مهم شهر خدا همین هست. چگونه میشه تضاد بین عشق به خداوند و بودن در این جهان رو حل کرد؟ چجوری من میتونم در این جهان باشم، انگیجد باشم، برای استقرار صلح تلاش بکنم، در ارتش برم، در حکومت برم، تجارت کنم، برای بهروزی مردم کنم، در این حال عاشق خدا باشم، هیچ چیزی رو نکنم جز خدا؟ این تضادیه. آگوستین سعی میکنه اینو توضیح بده. منتها آگوستین میگه که عشق به این جهان رذیلت، به خاطر که شما نمیتونید هم خدا دوست داشته باشید هم جهان رو. که آرنت اینو برعکس میکنه. آرنت میگه که اون چیزی که از نظر سیاسی فضیلت، عشق به این جهان، ترک کردن این جهان، یعنی کنار گرفتن از این جهان، همانو مجال دادن به ظهور استبداد و توتالیتاریسم. همان شما اگر از جهان کناره بگیرید، شما اگر به انزوا برید، شما اگر قلم رو به عمومی رو ترک بکنید، یعنی به ظهور توتالیتاریسم مجال دارید. بنابراین برای آرنت انسان مهمه، زندگی مهمه، و معتقده که ما چیزی به نام انسان هم نداریم. در عالم خارج انسان ها هستن، یعنی من نمیتونم وجود داشته باشم اگر آدم های دیگه وجود نداشته باشن. این آدم ها اگر بخوان وجود داشته باشن، باید با هم دیگه در ارتباط باشن. اگر بخوان در ارتباط باشن، باید یک جایی باشه که اینها بتونن با هم دیگه در ارتباط باشن، و اونجا قلمرو عمومیه. اونم اون قلمرو عمومی رو آرنت میگه جهان، اسمش رو میذاره جهان. و خیلی جالبه که میگه که این قلمرو به عمومی، رابطه انسان با انسان‌های دیگه باید به شکلی باشه که در عین ارتباط فاصله هم باشه. مثالی که میزنه مثال میزه، میگه ما دور یه میز میشینیم با همدیگه حرف میزنیم، این میز چیزیست که من و شما رو با هم متصل میکنه، مثلا فرق میکنه با آدم هایی که اون برن. این میز باعث میشه که من شما، یعنی این نشون میده که من شما روبرو هم باید نشستیم، داریم ما هم ارتباط داریم. در این حال این میز فاصله بین من شما ایجاد میکنه، این فاصله هم ایجاد میکنه، نمیذاره که ما بیش از اون مقداری که لازم هست قلمرو خصوصی هم دیگر تهدید بکنیم. میگه اگر انسان بخواد بر روی این کره زمین سروایو کنه، ادامه حیات بده، ناگزیر از سیاست ورزیدن هست، ناگزیر از فعال بودن در قلمرو عمومی هست، ناگزیر از دوست داشتن جهان. دوست داشتن جهان یعنی که اهمیت دادن به قلمرو عمومی و ارتباط با دیگران، و نفس این قلمرو عمومی یک تهدید بزرگی است برای توتالیتاریسم. این نمیذاره توتالیتاریسم، من اگر بتونم با شما حرف بزنم، توتالیتاریسم یک نفسش بیشتر گرفت نمیشه. و به عکس، اگر اون موفق بشه که یک سخن از من رو خاموش بکنه، یعنی که یک روز به عمرش اضافه شده. خیلی ممنون از حلاجی بازی کردیم. یه اشاره کردید به اینکه توتالیزم میاد نور رو از بین میبره، ریکوگنیشن بین اشخاص از بین میره. با توجه به اینکه ما بکنم بغیر از تجربه پهلوی هیچ موقع سیاست نداشتیم، عرصه عمومی نداشتیم، یه بوهای کوتاهی ممکنه اونجا بوده باشه، اینو الان چطوری میبینید؟ مثلا این چطوری داره اعمال میشه که مثلا این نور از بین رفته، و اینو مثلا چطوری میبینید که میتونه این نور روشن بشه؟ حالا عواملش چی هست؟ بله، حالا جمهوری اسلامی که در این جهت خب خیلی واقعا تخصص خیلی بالایی داره در خاموش کردن چراغ‌ها. حقیقت اگر جمهوری اسلامی قرار باشه رومانی بنویسه، بعد اسمش رو بذاره من چراغ‌ها رو خاموش می‌کنم. بیتیدا رو بکشیم پایین. خدمتتون بگم که خب سانسور یکیشه. می‌دونید سانسور
چون که گفتگوی شهرمندان با هم دیگه لزوماً گفتگوی حضوری نیست، که من کتاب شما رو بخونم، من اثر شما رو ببینم، من از اندیشه شما آگاه بشم و بعد واکنش به اون نشون بدم. آزادی بیان، این که آزادی به اصطلاح دانش، دانشگاه ها آزاد باشن، و همینطور آزادی اجتماعات، آزادی احزاب. ما در جمهوری اسلامی میبینیم که مثلا جمهوری اسلامی چرا میگه درویش ها رو میگیره؟ این درویش های بیچاره که اصلا خودشون میگن ما سیاسی نیستیم، اصلا کار سیاسی نمی کنن. چرا؟ ولی واقعا هم تهدیدن. این درست نشون میده که آرنت چقدر قشنگ میتونی توضیح بده اینو. یا مثلا بهایی ها، بهایی ها بخش اصلا جز اصول دینشونه که در سیاست دخالت نکنن. ولی چه جمهوری اسلامی از اینا میترسه؟ به دلیلی که اینا تنها نیستن، اینا یک کامیونیتی رو تشکیل دادن. شهروندی که تنها نیست شکستنش دشوار است برای حکومت توتالیتر. کار حکومت توتالیتر اینه که شهروند رو تبدیل بکنه به انسان تنها، و بعد با انسان تنها به مساح میره. زمانی که کامیونیتی باشه، شبکه باشه، ارتباطات باشه، مهم نیست شما بسر چی با هم یک کامیونیتی تشکیل بدید، سر مثلا علی، سر حسین، سر محیط زیست، سر حمایت از حیوانات، سر مبارزه با اید، سر مبارزه با اعتیاد، اصلا مهم نیست موضوعش. اون به اصطلاح تعلقات مشترک شما اصلا اهمیت نداره، مهم اینه که شما تنها نیست. و این تنها نبودن شما خطره، و این کاریست که جمهوری اسلامی مدام انجام بده. یعنی NGO های مستقل، جامعه مدنی، نهادهای مدنی، هر اجتماع، هر باهمستان، هر محفلی که خارج از کنترل دولت بوده، اینها رو از بین بردن. حالا تو حوزه علمی این کار کردن، تو دانشگاه این کار کردن، فلان کتاب فروشی میاد مثلا دو تا کافه میذاره و اونم دو تا صندلی میذاره، و بعد مثلا یه مدتی یه عده میرن اونجا میشینن، حالا نویسندن یا خوانندن. بعد از این مدت میان، نمیدونم شما یادتون هست که اولین باری که این کارو کردن بعد از انقلاب، انتشارات مرغامین بود توی هفته توی اومدن آتیش زدن. چرا آتیش زدن مرغامین رو؟ درست برای که یه عده اونجا جمع شد، یه عده اونجا با هم حرف میزدن. این خیلی خطرناکه. اونم با آدمایی که کتاب میخوندن، یه از این خطرناکتر. خب جمهوری اسلامی این شکلی میاد چیکار میکنه؟ در حقیقت خاموش میکنه. و یکی از راه‌های پیچیده‌تر هم داره. یک راه دیگه برای یه موقع است که من چسب میزنم روی دهن شما، نمیذارم شما صحبت کنید. یه موقع است که کاری به شما ندارم، ولی میگم شما صحبت بخوایی بکنی بکن، من کاری ندارم، ولی 4-5 تا آژیر گوشخراش اطراف شما روشن میکنم که شما 100 نفر هم باشه فریاد بکشید، فریاد تو شنیده نشه. این کار پروپاگانداست. جمهوری اسلامی یک پروپاگانده قوی داره که انقدر این آژیر گوشخراش این پروپاگاندا فضا رو پر میکنه که صدای دیگه به گوش نمیاد، اصلا صدای دیگه به گوش نمیاد. انقلاب هم همین کار رو میکنن. توی انقلاب ها صدای خرد به گوش نمیاد، به خاطر اینکه اون توده انقدر صداش بلنده، انقدر همهمه و هیاهو و نعره های وحشتناکی داره که صدای خرد اصلا به گوش نمیاد. آقای عزت الله فولادمند سال 57 کتاب خشونت هانا آرنت رو برای اولین بار ترجمه کرد. کتاب انقلاب هانا آرنت رو سال 59 ترجمه کرد. هیچ واکنشی از هیچ جای شما به این کتاب نمیدید. هانا آرنت انگار که سالهای اخیر در ایران کشف شده. در اون دوره انقلابی کسی اصلا نمیخواد یک چیزی علیه توده بشنوه. بنابراین یکی دیگه از راه های خاموش کردن فضای عمومی، قلم رو به عمومی، یا بردن انسان ها به سمت عصر ظلمت، خود پروپاگانداست. و جمهوری اسلامی به نظر من در داخل ایران هم به اصطلاح بی‌رقیب هست، هم رسانه هایی که خارج وجود دارن نتونستن هیچ موقع با اون
پروپاگاندا رقابت کنن و از اون طرف به دلیل اینکه یک حکومت انقلابی است یک شبکه‌هایی رو در اختیار داره مثل شبکه مذهبی که حکومت قبلی نداشتن یا مثلا فرض کنید کمونیسم نداشت. الان آقای پوتین داره سعی می‌کنه با روحانیت ارتدوکس و کلیسای ارتدوکس ائتلاف کنه. زمان کمونیسم این ائتلاف وجود نداشت، تقابل وجود داشت. الان آقای پوتین سعی می‌کنه از کلیسای ارتدوکس برای منافع ایدئولوژیک خودش استفاده کنه، کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده. اینا همش باعث میشه که شما که سازماندهی ندارید، شما که رهبر ندارید، شما که امکان تجمع ندارید، صداتون هم اصلا شنیده نمیشه و دیده نمیشید، گم میشید. چه باید کرد؟ این چه باید کرد؟ سوال خیلی مهمیه و آرنت خیلی براش مهمه این سوال. این کتابی که من ترجمه کردم، دلیلی که من ترجمه کردم خب چیز علاقه شخصی بوده، به دلیلی که خب من خیلی یاد گرفتم. این درباره 10-12 نفره که غیر از یک نفرشون که لسینگ هست همه در قرن 20 بودن، همه اینها هم در عصر ظلمت یعنی تحت حکومت‌های توتالیتر زندگی می‌کردن. این آدم‌ها آدمایی بودن که با وجود حالا سرکوب فاشیسم و کمونیسم که اصلا با جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست، با وجود اون سرکوب‌ها در مقیاس‌های عظیم به تاریکی، به ظلمت، به سرکوب و به خشونت پناه ندادن. آرنت میگه که در زمانی که همه آدم ها دارن یک کار اشتباه میکنن، همرنگ جماعت نشدن یک کنش انقلابی است. صرفاً همرنگ جماعت نشدن یک کنش انقلابی است و اینها مثل کارل یاسپرس، روزا لوکسانبورگ و کسانی دیگه که تو این کتاب اسمشون رو بردن، برشت و دیگران، اینا آدمایی بودن که نگذاشتند قوه داوری خوب و بد از بین بره. ببینید یک نکته که اگر اجازه بدید من این رو بگم، یکی از فاجعه های قرن 20 و فاجعه هایی که توتالیتاریسم ایجاد میکنه این نیست که بیاد به شما بگه که دروغ خوبه. اگه به شما میگن دروغ خوبه که شما میگین معلومه که خوب نیست. دزدی خوبه؟ نه، دزدی خوب نیست. رشوه خوبه؟ نه، رشوه خوب نیست. چه کار میکنن؟ فرق بین خوب و بد، مرز بین خیر و شر، مرز بین حق و باطل رو از بین میبرن. بعد دیگه شما نمیدونی خوب چیه، بد چیه. بعد میگی که خب گفت به طرف گفتن که دو تا چند تا میشه؟ گفت میشه 6 تا. گفت دو تا که میشه 4 تا. گفت از اون نظر که بله، همه چیز میشه از اون نظر که بله، همه چیز میشه نسبی، همه چیز میشه آقا اخلاق که کی گفته حالا اخلاق کی میتونه مثلا بگه خوب چیه بد چیه؟ ها اتفاق بخونید اگر دمده آرنت، تعریف شر از نظر آرنت اینه. آیشمن به عنوان کسی که مرتکب شر شد، تعریف شر اینه، اینی که انسان توانایی تشخیص خوب و بد رو از دست بده. وقتی که شما توانایی تشخیص خوب و بد رو از دست دادی، کاملا مستعد ارتکاب شر هستی. وقتی که دیگه برات قتل، نمیدونی که قتل خوبه یا بده، خب شما مستعد ارتکاب قتل هستی. و این کاریست که ایدئولوژی های توتالیتر انجام میدن و این چیزیست که ما نه فقط ایدئولوژی ها، از اون طرف ببینید که روشنفکران، یک بخشی از روشنفکران چقدر در دامن زدن به اون تأثیر دارن. کسانی که میان یک روایت کج و معوجی از پست مدرنیسم و نسبیت گرایی و اینجور چیزها رو رواج میدن
و در حقیقت اینا خوراک حکومت‌های توتالیتر، حکومت توتالیتر دقیقاً می‌خواد همین رو بگه که آقا ما در ایران زندانی سیاسی داریم، در آمریکا هم یه میلیون زندانی. برای فرقی نیست بین ما و اونا که. و آخرش فرقی بین هیچی و هیچی نیست. فرقا رو از بین می‌برن و در نهایت شما به عنوان یک انسان مهمترین چیزی که شما رو متمایز میکنه از دیگران و اون قوه داوری و تشخیص بین خیر و شر اون رو از شما میگیرن و بعد شما تبدیل میشین به یک آدمی که روز به روز بر اساس منافعتون و بر اساس این که من بعد سروایو کنم میتونین اسیر دست این حکومت ها باشین. خیلی دیدیم میگن که مثلا خانم ها تو ایران مقاومت میکنن ها که مثلا موهاشون رو روسریاشون نصف است. بله اون نصفی رو که بیرون میذارن مقاومت میکنن، ولی اون نصفی که حجاب داره اون تحکیم و اون ایدئولوژی. یعنی در عمل جامعه میشه یک جامعه زندگی دوگانه که حکومت و شهروندان ما هم کنار میان. آقا شما یه جایی زیرابی برو، منم یه جایی زیرابی میرم، شما یه جایی منافعتو، یعنی یک کامپرومایز ناگفته است. من برای اینکه حکومت برای اینکه دوام داشته باشه یه کارایی رو میکنه، یه کارایی رو نمیکنه، سرکوب رو تا یه جایی پیش میبره، میدونه که از یه جایی بیشتر بره میتره که از اون برم شهروندم تا یه جایی مقاومت میکنه، از اونجا بیشتر مقاومت میکنه، میبینه که شغلش رو از دست میده، کارش رو از دست میده، از اوین سر در میاره. در عمل می‌بینیم که یک جامعه است که شهروندش و حکومتش و روشنفکرش همه دست در دست هم دیگه و بعد نسلی که بعد از من میاد، بچه من میره تو مدرسه، میره مدرسه‌اش یه چیزی میگه، میره تو خونه، میره خونه یه چیزی میگه، میره با دوستاش، میره ارزشی که دوستاش میگه یه چیز دیگه است. چه موجودی این بار میاد؟ موجودی که ارزش براش از بین میره، به قول جامعه شناسا به حالت آنومی میرسه، به حالت بیهنجاری، دیگه خوب و بد براش دیگه از بین میره. و وقتی خوب و بد از بین رفت براش، این آدم مستعد دست زدن به بزرگترین جنایت ها یا آلت دست شدن خشونت بارترین حکومت های توتالیتر. تشکر می‌کنم. یک مفهوم ماهوری توسط هانا آرنت برای مفهوم شر مطرح شد. خلاصه یعنی شر رو به صورت یک مفهوم مطلق داره مطرح میکنه که نمادهاش میشه توتالیتر یا حالا حکومت دیگه. از طرفی داره در واقع کنشمندی شر رو توضیح میده که چه میکنه شر با ما. ولی میخوام ببینم، چون من کتابو نخوندم، میخوام ببینم آیا دقیقاً اون راهنمایی عملی و پراکتیکالی رو برای کمک اگر مفهوم خیلی وجود داشته باشه از نگاه آنا آرنت این کمک رو میکنه. یک، دو، آیا احتمالا آنا آرنت باید کتاب رن آلندی رو در رابطه با مفهوم عشق خونده باشه؟ چون مفهوم عشق از نگاه آلندی همون کمک به دیگریه تو بعد متعالیش، نه خواستن شدن اون یا برعکس. ببینید مفهوم شر خب یکی از مفاهیم کانونی اندیشه آرنت هست و آرنت زمانی که آیشمن رو گرفتن در آرژانتین و بعد بردنش اسرائیل با مجله نیویورکر صحبت کرد، به عنوان خبرنگار مجله نیویورکر بره در محاکمه های آیشمن حضور پیدا بکنه و رفت اونجا نشست و صدها صفحه پرونده خوند و در جریان تمام جزئیات پرونده قرار گرفت و خود محاکمه ها و اونجا در حقیقت این ایده شر رو در کتاب به اصطلاح آشمن در اورشلیم توضیح داده و بعد البته در کتاب های دیگرش، مخصوصا کتاب آخرش، کتاب زندگی ذهن. بنابراین اگر فرصت کردید اینو بخوند. خب این یه نظریه خیلی مهمه که کتابای مختلفی راجبش نوشته شده، مقالات مختلفی از جنبه های گوناگونی هم سنجیده شده هم نقد شده. ولی بله، برای اینکه شما تشخیص بدید خوب یا بد، حالا خیلی خلاصه من اینو میگم،
آرنت به مفهوم common sense معنا می‌دهد. در حقیقت میگه خوب و بد رو به اصطلاح در ببینید میگه جامعه نباید گروه منزوی داشته باشه. گروه منزوی یعنی چی؟ هم جنس گراها. شما اینا رو از جامعه کاملا منزوی کنید. این به این داوری اخلاقی جامعه رو مخدوش میکنه. چرا؟ چون بخشی از جامعه توش توی داوری اخلاقی نمیتونه مشارکت بکنه. یهودی ها رو جدا بکنید. هر اقلیتی رو شما جدا بکنید به این مفهوم هست که شما بخشی از اعضای اون جامعه رو در مشارکت کردن برای تعریف خیر و شر کنار زدید. در حقیقت اجازه ندادید که خیر و شر از طریق common sense یعنی از طریق درک مشترک معلوم بشه. common sense یه مفهوم بسیار حالا قبل از آرنت که مفهوم بسیار پیچیده است ولی به یه معنای خاصی هم خود آرنت به کارش میبره که بیشتر وامدار کانت هست، ایمانوئل کانت هست. من توی این کتاب یه مقداری سعی کردم با پاورقی و توی مقدمه و اینا توضیح بدم این common sense رو که چیز میگه و از شما خواهش میکنم که به اون رو مراجعه کنید چون یه مقداری شرحش طولانی خواهد. نکته بعدی که گفتین چی بود؟ در رابطه با عشق. اتفاقا میگم آرنت میگه که انواع اقسام عشق یا دوستی به شدت مخالف مفهوم چیزه شفقت ورزیدن و همدردی و یاری کردن به دیگران به عنوان پایه حیات سیاسیه. نمیگه یاری کردن به دیگران بده ها، نه، ولی میگه این نمیتونه پایه رابطه سیاسی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی به یه نفر ترحم میکنین رابطه شما دیگه برابر نیست. شما رابطه یک آدم قدرتمنده با رابطه یک آدم ضعیف. رابط در یه جامعه سیاسی روابط بین دوستی جاییست که آدم ها رابطهشون با هم برابره، فارق از طبقه اجتماعی، فارق از خواستگاه فرهنگیشون، فارق از میزان فقر و غناشون، رابطه برابره. بدون این برابری اصلا شما نمیتونید جامعه سیاسی درست کنید. به همین دلیل هم هست که آرنت با مفهوم برادری هم مخالفه. تو همین کتاب تو بخش لسینگ از قول لسینگ میگه که لسینگ میگه من میتونم با آدمای مختلفی دوست بشم ولی برادر نمیتونم بشم. یادتونه تو انقلاب که شده بود تو ایران همه برادر بودن، برادر حسین، برادر حسن، برادر تقی. این ایدئولوژی دیگه ها یعنی چی؟ یعنی یه رابطه فیکی ایجاد میکنه، چیزی که وجود نداره. برادری وجود نداره. فراترنیتی که از شعارهای انقلاب فرانسه هم بود، برادری وجود نداره چون نمیتونید برادری رو ابداع بکنید. یعنی دوستی رو میتونید ابداع بکنید و در برادری اتفاقا یه برادر بزرگ هست و یه برادر کوچیک. به ندرت برادر دو قلو هست، بازم در دو قلو هم باید یه دقیقه 30 ثانیه فرق هست، ولی در دوستی هست که هیچ فرقی نیست و در حقیقت ایکوالیتی به تمام معنا میتونه معنا پیدا کنه. برای آرنت در جامعه سیاسی دو چیز مهمه، یکی آزادی و یکی برابری. و مسئلهش اینه که شما چگونه میتونید با این اعضای جامعه چگونه میتونن در قلمرو قانونی با هم ارتباط برقرار کنن که نه آزادی همدیگر رو سلب کنن و نه خودشون رو در مقام بالاتری برسونن. البته اینا که من دارم میگم من دارم توضیح میدم و اینا انقدر نقد شده، انقدر بعد آرنت 40 سال مرده، قطعا خودش اگه زنده بود خیلی از نظراتش تحول پیدا میکرد، ولی میخوام بگم اینا بحث اینا رو شما به چشم پرسش ببینید، مسئله ببینید که اینا شایسته فکر کردنن. اینکه ما امروزه مثلا ما بیایم امروزه یک فاجعه که ما در ایران میبینیم، یه عده میان خودشون رو پان ترکیست میشن، یه عده میشن پان فارس میشن، یه عده ایران باستان درست میکنن. اینا این چیزایی که هویت‌های فیکن که فقط فاصله و تمایز و دیوار ایجاد میکنن. اینا سم مهلک برای جامعه سیاسی. اینجاست که درست این فاصله ها و این دیوارها باعث میشه که هیچ موقع مکانیزم خشونت و ماشین خشونت خودسانش. و
رابطه هایی که ما داریم، این که من ترکم، من انتخاب کردم ترک باشم، یا من فارسم، من انتخاب کردم فارس بودن، من انتخاب کردم جنسیتم، من انتخاب کردم به اصطلاح مملکتم، اینا چیزی نیست که من انتخاب کرده باشم. اون چیزی که آرنت بایش تأکید میکنه، میگه که سیاست آرتیفیشاله، من میده، nothing is natural. در سیاست هیچ چیزی به طور طبیعی نیست. من به طور طبیعی شهروند باشم، من به طور طبیعی آزاد باشم، من به طور طبیعی از دموکراسی برخوردار باشم. نه، همه چیز من میده، همه چیز شما باید بسازینش، artificial هست. بنابراین اون چیزی که شما میگه طبیعیه، من ایرانیم، رابطه شما با ایران، خب یه نفر دیگه هم عراقی، یه نفر دیگه هم پاکستانی، سو وات، هر کسی به علاوه یه زبانی صحبت میکنه، سو وات. این که به یک زبانی صحبت میکنه نه مایه برتری و نه مایه فروتری است، و اتفاقا جامعه سیاسی اینه که بر روابطی استوار باشه که آدم‌ها در اون برابری همدیگر به رسمیت بشناسن، به عنوان اینکه ترک و فارس و عرب و حتی کشورهای همسایه منافع مشترکی دارن که این منافع مشترک باعث میشه حرف بزنن. آرنت یهودی بود و میدونیم که اول سفر پیدایش میگه در آغاز کلمه بود، کلمه آغاز آفرینشه. برای آرنت کلمه و آغاز، نیو بگینینگ، خیلی مهمه. برای اینا مفاهیم کلیدیه که حالا هر کدوم توضیح میخواد. تو همین کتاب عشق نزد اگوستین مفهوم نیتالیتی، مفهوم زایش، زندگی رو مطرح میکنه، و اینکه ما انسان‌ها چون به دنیا میایم میتونیم همه چیز رو از اول آغاز کنیم. و آرنت میگه که تا زمانی که انسان میتونه چیزی رو از اول آغاز کنه، میتونه با توتالیتاریسم مبارزه کنه. دوستان، تعداد سوالات زیاد هست، اگه ممکنه سوالاتون رو خیلی خلاصه کنیم که فرصت به تعداد بیشتر بشه. مسئله که احساس که من داشتم از شما این که یکی از پدیده هایی که حالا ما در قرن اخیر بیشتر بروز پیدا کرده، موضوعی است که حالا فکر میگن مثلا شورش، یعنی کسایی که ارزش ها و اون قالبی که سیستم یا جامعه بهشون میده رو نمیپذیرن و از طرف دیگه رهبری هم ندارن. حتی فکر کنم دو سه سال پیش بود مجله تایم مثلا شخصیت سالش رو گذاشت شورشی، فرد خاص رو انتخاب نکرد، خیلی هم گسترده است. به نظر من آقای اسنودن گرفته تا گروه فرمن گرفته تا حتی فلسطینی های کرانه باختر که همین جوری حمله میکنن، سرخورده شدن و با چاقو هم تو میکنن. خواستم بدونم که در نظریه آرنت این جایگاه آدمای شورشی که از طرف اون انزوایی که شما میگفتین نیستن، یه استقلالی برای خودشون دارن و میتونن که شنیده بشن و از خودگرده بشن، و از طرف دیگه این فضای گفتگویی که شما میگیم شاید خیلی نباشه و کار خودشون میکنن. در نظریه آرنت آیا این پدیده شورشی بودن به این مفهوم آیا مثبت تلقی میشه، میتونه منجر به اون فضای عمومی بشه یا نه اینم یه جنبای مخالفی داره؟ ببینید آرنت، این چیزه که شما نام بردن هم پدیده های جدیدی هستن، در دوران او وجود نداشتن. ما در دوران او به اصطلاح جنگ سرد رو داشتیم و بلوک شرق و غرب و خیلی همه چیز تحت سازماندهی بزرگ بود، و آرنت رو نمیشه، آرنت هم یک متفکر غیر متعارفه. یعنی چی؟ یعنی نمیشه شما کتگورایزش کنید. یکی از ویژگی های آرنت که جذابیتاش اینه که نه محافظه‌کاره، نه لیبراله، نه یه آدم هایی که خیلی خیلی مستقل فکر میکنه. ممکنه که کاملا هم همه افکارش با هم کانسیستنت نباشه، ولی وفادار به یک ایدئولوژی خاصی نیست، وفادار به فکر خودش و به استدلالای خودش. طبیعتاً آرنت این شکل شورش رو تشویق نمی‌کنه، علاوه بر اینکه اصلا این شورش ها تشویق به وجود نمیان، یعنی این شورش ها با پلن به وجود نمیان، یعنی این شورش ها کسی دیزاین نمی‌کنه. این شورش ها نتیجه یک تداوم
سرکوب و خشونت، حالا این سرکوب و خشونت میتونه یه شکل مثلا در کشورهای عربی به شکل سیاسی و محرومیت‌های اقتصادی باشه، یا میتونه مثلا حتی در سیستم‌های سرمایه‌داری به شکل نابرابری‌ها و محرومیت‌ها از اولیات یا نیازهای اساسی زندگی باشه. یک مسئله خیلی مهم این هست که، یعنی شاید اگر آرنت بود خیلی بهش توجه میکرد، این بود که درست از زمانی که آرنت از دنیا رفت، یعنی می 68 پاریس تقریبا اواخر عمر آرنت بود، ما از اون دوره به بعد یه جور ایدئولوژی های پست مدرن داریم که نسبی گرایی رو ترویج میکنه. این نسبی گرایی که اینا ترویج میکنن در حقیقت یه جور بی‌بندوباری فکری، چون نسبی گرایی هم که میدونیم نسخه های متفاوتی داره، بعضی از روایت های نسبی گرایی قابل دفاع از نظر فلسفی، بعضی از روایت هاش غیر قابل دفاع. و بعد از اون طرف این نسبی گرایی و بعد یک در حقیقت ناتوانی کشورهای قبلا مستعمره بودند، ناتوانیشون در گذار از استعمار به استقلال دموکراتیک، به حاکمیت ملی همراه با دموکراسی. و خب اینا به تدریج نه تنها خودشون هی از بین رفتن و همه چیز درش به سمت قهقرا رفت، که اینها یه باری هم برای غرب شدن اینها، یعنی شدن یک جایی که خب غرب میتونه هم در برابرشون، یعنی یه بار اقتصادی، یه بار سیاسی، در این حال یک جایی است که غرب رو میتونه فاسد هم بکنه، غرب رو تشویق کنه به جنگ کردن مثلا. اگر عراق یک کشور دموکراتیک مستقلی بود، هیچ موقع آمریکا بهش حمله نمی‌کرد. ولی اینکه اینا نمیتونن به اینجا برسن، باعث میشه که غرب، کشورهای غربی بتونن اون استعمار قدیم رو به شکل‌های دیگه، مداخله‌های نظامی، سوء استفاده‌های اقتصادی انجام بدن. تمام اینا یک جور فراستریشن، یک سرخوردگی، یعنی اینکه همون بی‌ریشگی، همون به قول آرنت تعلق نداشتن، به چیزی تعلق نداشتن، این خیلی خطرناکه. اگه من به چیزی تعلق نداشته باشم و من احساس کنم که بریدم از همه، تنهام، هیچ چیزی نیست که من رو، یعنی ما انسان ها گله خلق شدیم و تنهایی کشنده است برای ما. اگه تنها باشیم نمیدیم، ما امکان این که همه نیازهای خودمون رو یک فرد برابرد کنه وجود نداره. انسان باید در درون گله باشه، ولی گله توسعه پیدا میکنه، میشه زندگی اجتماعی یا زندگی سیاسی. بنابراین اگر ما تعلق نداشته باشم، در درون یک کامیونیتی نباشم، یک آرمان مشترک نداشته باشم که معنی دهنده زندگی من باشه، من چیز میشم، شورشی میشم. حالا این شورشی شدن اوائل قرن بیستم یا طول قرن بیستم یه صورتش نیهیلیسم بود دیگه، اینکه شما در توانایی برای معنا بخشیدن به زندگی رو ندارید و این عدم توانایی شما رو میکشه. یکی از جذابیت های این جنبش دارم هیپی ها و اینا در اون دوران چی بود؟ این بود که خب میرفتن دنبال لذت، مواد مخدر و سکس آزاد و فلان و اینا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هیچ چیزی جز لذت، هیچ چیزی جز بیخیالی نمیتونست معنی بده به زندگی. و انسان یه موجودی است که همیشه باید make sense کنه وجودش برای خودش، زندگیش معنی بده. اگه زندگیش برای خودش معنی نده، sense of directionش رو از دست میده. صبح پا میشه میکه که خب من برای چی زندم؟ من برای چی برم سر کار؟ برای چی مادره میگه من برای چی به بچه‌م برسم؟ پدره میگه من برای چی مثلا برای بچه‌م تلاش بکنم؟ برای چی کار بکنم؟ همه چیز، یعنی اون چیزی که آرنت خیلی ازش میترسه، اینکه امکان اکشن از بین بره، امکان عمل از بین بره. در حقیقت بی‌معنایی باعث میشه که ما الان یک سیل عظیم جوانایی داریم که از خود من خیلی هاشون، حالا یک ذره مثلا دارم، فرانسوی ها میگن که
البته خب مثل همه چیزهای بخشش هم مبالغه است، میگن که ما انقدر پولدار نشدیم که چپ بشیم، به خاطر اینکه خیلی از این بچه هایی که چپ هن اینا از خانواده های پولدار نمیتونن افورد کنن چپ باشن، یعنی کار نکنن، قور بزنن، ایراد بگیرن، نمیدونم از بابای بخورن، نمیدونم فلان. خب ما یک نسل این شکلی داریم تو همه جوامع هست، اینا هیچ چیزی بهشون معنی نمیده، هیچ معنی ندارن. خب اونی که یک رفاه مادی داره کمتر میتونه به شورشی ها بپیونده، ولی یه بخشی که میرن سمت این گرایش هایی مثل داعش و ایدئولوژی های مثل طالبان و این حرف ها، به خاطر اینکه اونجا همه چیز هست، یک مثل یک پدریه که هم معنی میده به زندگی شما، هم پول میده، هم هیجان های شما رو برقرار میکنه، همه چیز رو به شما میده. این چیزیست که در جوامع خودشون پاسخ داده نشده. خب راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما در بعد بپذیریم که در یک دوران بحرانی به سر میبریم. حالا بعضی از بحران ها بحران های ملی هستن، بعضی اصلا بحران های جهانی. اون چیزی که من رو در مورد ایران خیلی خیلی نگران میکنه مسئله حکومت نیست به هیچ وجه. مسئله اینه که ما یک نسلی داشته باشیم که این نسل فکر کنه که هیچ ایده‌ای یا هیچ ایدئالی ارزش اینو نداره که به زندگی انسان معنی بده. بنابراین همه چیز بشه تلاش برای نجات دادن خود من. چه چیزی به خود من لذت بده؟ چه چیزی باعث میشه من رشد پیدا بکنم؟ انقدر من معطوف خودم و مشغول خودم بشم که از دیگران کاملا جدا بشم، همون به اصطلاح وردلس شدن که آرنج میگه، که بی جهان بشم، یعنی اون قلم رو عمومی رو کاملا از دست بدم. این فوق العاده خطرناک، این یعنی که تضمینی برای تداوم استبداد، تضمینی است برای تداوم توتالیتاریسم. و این که الان توی ایران این تقابلی که گفتم سیاست و عافیت، الان قشنگ این رو شما میبینید، مردم به جای سیاست ورزیدن که البته هزینه داره عافیت میورزن. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه زندگیشون رو سروایو کنن، برای اینکه زندگیشون بگذره، عافیت طلبانه ترین راه ها و گزینه ها رو انتخاب میکنن، به خاطر اینکه سیف. و این باعث میشه که بعدم اون حکومت هست که این مرزا رو مشخص میکنه، که حکومت که به شما میگه که اگه پاتو از اینجا اون ورتر بذاری من پاتو قطع میکنم. بعد این مرزا رو حکومت میبره اون ورتر و شهرونده رو تبدیل میکنه به آدم های تنها، به گزینه های بسیار کم و غیر قادر به سیاست ورزیدن. و در نتیجه شما یک جامعه میبینید که هیچ کس به هیچ کس اعتقاد نداره. من با بسیاری از روحانیان نشستم، با بسیاری از کسانی که به اصطلاح در جمهوری اسلامی مقام دارن یا مقام داشتن، بسیاری از اینا هیچ اعتقادی به ایدئولوژی اسلامی ندارن اصلا. بسیاری از اینا اصلا معتقد به ولایت فقیه نیستن، بسیاری از اینا اصلا معتقد به آقای خامنه‌ای نیستن، ولی منافعشون افتضاح میکنه که با این سیستم کار بکنن. شما وقتی که میگید سپاه پاسداران، فراموش نکنید که چقدر دکتر مهندس تو اون مملکت هست که با این سپاه داره کار میکنه، چقدر بیزنسمن هست که داره با این سپاه داره کار میکنه. یعنی شما صدها هزار نفر شهروند عادی هستن که دارن با این سپاه پاسداران کار میکنن، و اینا لزوماً هیچ کدوم به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی اسلامی آقای خامنه‌ای اعتقاد ندارن، ولی هیچ اشتیاقی، هیچ علاقه‌ای به سیاست ورزی ندارن و میخوان طرف عافیت رو انتخاب کردن. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، آقا پولتو در بیار، زندگی تو بکن، چیکار داری به این کارا؟ سیاست مال ما نیست، سیاست بی پدر مادر. همین میدونیم این نگاه که سیاست رو بردارید و تو ادبیات عرفانی ما دنیا رو جاش بگذارید. تمام فحشایی که پدران ما در عرفان میدادن به دنیا، در عصر جدید ما به سیاست میدیم. دنیا همون سیاسته. آرنت میگه که این الگوی فکری سنت اگوستین رو باید معکوس کرد. سنت اگوستین، اکویناس، توماس اکویناس، همه اصطلاح متعلقان مسیحی یا دینی میگفتن سعادت قایی انسان، سعادت حقیقی انسان در اون دنیاست. و این دنیا
یک جایی است که ما مسافریم و از اینجا گذر میکنیم و بنابراین اصلا نباید خیلی بهش بپردازیم، نباید بهش زیاد بهش نگاه کنیم، تو جای ممکن نباید دامن ما آلوده بشه به غبار و گل و لای این جهان. آرنت میگه برعکس. آرنت میگه که در انقلاب آمریکا یک مفهومی درست شد به نام public happiness، سعادت عمومی. یعنی چی؟ یعنی ما چیزی در مسیحیت، در الهیات مسیحی، در الهیات دینی، سعادت صفت فرده. شما از راه انجام فضائل، انجام کار خوب به سعادت دست پیدا میکنید. حالا مثلا از نظر سنت توماس آکویناس، سعادت حقیقی این هست که شما با حصول همه کمالات به رؤیت خداوند، به دیدار خداوند نائل بشید. ویژن آف گاد. خب شما برای ویژن آف گاد نیاز به هیچ کس ندارید، نه دوست میخواین، نه پدر میخواین، نه مادر میخواین، نه رفیق میخواین، چون شما این اون سعادت دیگه، شما میخواین به دیدار خدا برید. آرنت میگه که در انقلاب آمریکا مفهومی درست شد به نام پابلیک هپینس. یعنی چی؟ یعنی چیزی به نام پرایوت هپینس وجود نداره. فرد محاله که به سعادت دست پیدا بکنه. اگر در یک امر همگانی برای سعادت همگانی مشارکت نکنه. و ما در جامعه ایران فکر میکنیم که عافیت رو برای خودمون تضمین میکنیم اگر سیاست نورزیم. خواجه پندارت که طاعت میکند بی خبر از معصیت جان میکند. فکر میکنیم که اگر من کاری نداشته باشم به سیاست میتونم خودم رو مصون بدارم و سعادت رو برای خودم تضمین بکنم. من نه تنها سعادت دیگران رو نادیده میگیرم که سعادت خودم رو هم نادیده میگیرم. خاطر سعادت من جدای از سعادت دیگران وجود نداره و معنا نداره. تشکر میکنم از بحثی که کردید. به نظر میرسه که من خودشناختی از آرنت نداشتم، اما مباحثی که مطرح کردید خیلی منطبق هست بر مبانی اگزیستانسیالیست غیر دینی که سارتش اشاره میکنه. تمام اینها خیلی شباهت داره به پیدا کردن نقطه تعادل در جامعه. بنابراین هر مقدار که قدرت توتالیتاریسم بیشتر میشه در یک جامعه، میزان گرایش مردم به زمینه خصوصی یا اقام بیشتر میشه و بالعکس. و وقتی اون نقطه تعادل پاک بشه، اون وقت هستش که به نظر من برخلاف اینکه شما گفتید نیهیلیسم، من میگم ابسوردیسم. چون انسان شورشی ریشه در دینشی داره که کامو بود و اون رو در کامو مطرح میکنه و در کتابهای دیگه مطرح میکنه. من سوالی که از خدمت شما دارم اینه که آیا تحلیل شده بین این دینش سیاسی که آن آرنت مطرح میکنه راجع به دوستی و راجع به این در حقیقت به نظر من دیسکرایب کردن اگزیستانسیالیسم، آیا راجع به این که این چه آبشخور داشته از نوشته هایی که سارت کرده مثلا توی نمایشنامه انسان و خدا یا بقیه نمایشنامه هایی که سارت داره، یا این که نه دقیق راجع به این مفصل در این زمینه کار شده. ببینید آرنت یهودی بود، ولی چرا رفت سراغ سنت آگوستین که مسیحی بود؟ ها؟ در دهه اوائل قرن بیستم همین مسئله استراب، دلهوره، تشویش به عنوان یکی از تمهای اصلی اگزیستانسیالیسم توجه دانشگاهیان و روشنفکران آلمان رو جلب کرده بود و مخصوصا یک بخش از دانشگاهیان آلمان دنبال بودن که ریشه های این استراب مدرن رو در قرون وسطا جستجو کنند. و همین دلیل پژوهش درباره فلسفه قرون وسطا رونق پیدا کرد و اتفاقا به خاطر همین دغدغه‌های اگزیستانسیالیستی بود که آرنت یهودی میره سراغ سنت آگوستین. و سنت آگوستین نه تنها از نظر آرنت یگانه فیلسوف دوران روم باستان هست، که کسی است که نخستین فیلسوف اراده است که بحث اراده رو در حد مطرح کرده و بحث زمان رو مطرح کرده. تحول عظیمی در کانسپت زمان به وجود میاد بعد از سنت آگوستین و تمام اینها با اون مفاهیم اگزیستانسیالیستی از جمله استراب ارتباط داره. و از قضا در همین کتابی هم که ترجمه کردم آرنت به سارتر اشاره داره و طبیعتاً بحثای دیگه، ولی مفصل راجع به
اینا به هر حال شاگرد هایدگر بوده، شاگرد هوسرل بوده، اینا اگزیستانسیالیست به شما می اومدن. بسیاری از این دغدغه هایی که آرنت ازش سخن میگه یک دغدغه هایی است مال اون محیط اگزیستانسیالیستی که راجبش کار زیاد شد. بسیار سپاسگزارم از تحمل شما، براتون خیلی خیلی